سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم سالم و سلامت باشین. امروز بررسی ماشین داریم. انصافا تو این یوتیوبرهای فارسی زبان کی همچین ماشینی داره؟ تازه بررسی هم بکنه. امروز دوستان سلینگ شات داریم، مدل S، محصول شرکت پولاریس. پولاریس یکی از معتبرترین شرکت هاست که تو زمینه ساختن اینجور ماشین های عجیب غریب، ماشین های مخصوص برف، ماشین های چارچرخ، دیگه موتورهای چارچرخ که برای برف و کوه و اینجور جاها ساخته میشه، بیشتر از 60 سال این کمپانی سابقه داره. این ماشین رو مطمئنم دیدین، چون شنیدم تو ایران هم هست. این ماشین سال 2014 اومد، 8 ساله که این ماشین ساخته شده. مدل های اولیش دنده ای بود، حالا اتوماتیک شده. 5 تا مدل داره، این بسیار مدل اولشه، نه که اولی است، مال سال 2021ه، منتها جز دسته اوله. از 20000 دلار شروع میشه تا 35000 دلار. اون مدل 35000 دلاریش یه مقدار موتورش قوی داره، تقریبا 20 اسب بخار قوی تره. این موتورش 4 سیلندره، 180 اسب بخاره، تنفس طبیعی، توربو نداره، ولی اون مدل آخر آخرش توربو داره. میارزه آرمان دیگه نمیارزه. یه ماشین عشق و حالی و کیفیه، یه ماشین نیست روزانه هر روز باش برین سر کار. به نظر من به عنوان ماشین سوم یا چهارم میتونین استفاده کنین. همین مدلش که مثلا 20 22000 دلار بار یه سری آپشن ها اینا به اصطلاح ساخته میشه، شما میتونین یه دونه هوندا، تویوتا یا نیسان داشته باشین به جاش. اون مدل 35000 دلارش هم یکی شاید ترجیح بده یه بنز یا بی ام دبلیو داشته باشه یا حتی آودی، ولی بازم میگم یه چیز خیلی سلیقه‌ایه. بذاریم موتورش رو بهتون نشون بدم. اینجا یه دسته داره، اینو میزنین خلاص میشه. کاپوت نسبتاً سنگینی داره، ببینیم. آها، خب یه موتورش هم نگاه کنیم. نه موتورشه، و غیر ممکنه که یه جایی برین مردم سرشون رو بر نگردونن نگاه کنن ببینن چیه. میگم ماشین سه چرخه، تقریبا یه ماشین خیلی خوبه از لحاظ قدرتی و اینا، خیلی خوبه. میگم 180 اسب بخار داره، ولی خوب، خیلی خوب راه میره و تقریبا یه چیز، یعنی داخلش اینا خیلی ساده است. یه جوری درست کردن که مثلا اگه تو بارون اینا رانندگی میکنین اتفاقی نیفته. اینا همش ضد آبه، میبینین که فلزای کنارش هم خیلی سفته. یه جوریه که خیلی راحت تونین مثلا با یه شلنگ چیزی آب بگیرین و این ماشین رو تمیز کنین. دیگه عرضم به حضورتون دوستان، در عرضم کمپانی پولاریس، یعنی شرکت پولاریس، اسم این محصول سلینگ شاته. پولاریس دوستان شرکت بزرگ ایندین که موتور درست میکنه، که با هارلی دیویسون در رقابتن، ولی از هارلی دیویسون زودتر شروع کرده و تقریبا همون استایله. این پولاریس اون دارنده شرکت ایندین هم هست و اینکه همین دیگه، چیز خاصی برای گفتن نیست. و فقط یه چیز دیگه هم بهتون نشون بدم، اینجا هم مثلا چون صندوق عقب با اینا نداره، سعی کردن که یه همچین جاهایی براتون بذارن که حالا قاقالیلی چیزی خریدین اینجا بذارین. و تقریبا میگم هم همه چی داره، ولی یه چیز ساده است. حالا آیا 20000 میارزه یا نمیارزه، بازم یه چیز سلیقه‌ایه. خب پرحرفی نکنم، بریم یه دوری بزنیم ببینیم صدای ماشین چجوریه و کیفیتش چجوریه. میبینین تا 10000 به اصطلاح دور موتورشه، ولی تا 8000 بیشتر نمیتونین گاز بدین. وقتی که میخواین ماشین روشن کنین، پاتون رو میزنین رو ترمز، منتظر میمونین تا این دکمه سبز بشه. وقتی سبز شد اینو میزنین. گاز ندین، چون عوض کردن دندهش با ماشین های معمولی خیلی فرق داره. یعنی مثل ماشین های معمولی دنده عوض نمی کنه، که به اصطلاح شاید نرمتر باشه، شاید روانتر باشه، به عنوان یه ماشین دندهی دارم میگم. و این محصول هم محصول آمریکاست و این میگم یه مقدار اون خشکی رو احساس کنه. یه گاز بدیم با صداشو بشنویم.
9 ثانیه است، شاید بگم 5 ثانیه است، ولی نسبت به وزنش و اندازش ماشین خیلی جالبیه، ماشین خیلی بامزه‌ایه و بادم تو صورتتون نمیخوره به خاطر این شیشه جلویی که براش گذاشتن. میتونید در مدل‌های دیگه‌اش سفارش بدین که بهتون سخت هم بدن، ولی خب زشت میشه دیگه. و حالا خود شرکت به خاطر اینکه مسئولیت قبول نکنه برای اتفاقها میگه که حتما کلاه بذارین، بدون کلاه هم اجازه رانندگی دارین، ولی حتما توصیه میکنم این عینک رو بذارین. من حالا این عینک رو گذاشتم به خاطر اینکه هم باد هم اگه مثلا بارون این چیزی بیاد عجیب اذیت میکنه. من دیروز بارون داشت میومد یه مقدار رانندگی کردم، میخوره تو چه شادم. ولی میگم ماشین خیلی بامزه، خیلی ماشین عشقیه. باله میتونیم بریم اینجوری مثلا تو طبیعت، بریم طبیعت قشنگیه و همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین، ویدیو متفاوت دیگه و یه بررسی ماشین خیلی متفاوت که مثلا تو ویدیوهای یوتیوب های فارسی خیلی کم شاید بتونیم پیدا کنیم کسی همچین ماشینی رو بررسی کنه. اینجا هم یه ضبط دوباره معمولی داریم که با هم بتونیم با بلوتوث بحث کنیم موبایلتون رو، هم اینجا شارژر رو اینا داره، دوباره میتونیم با USB هم بحث کنیم به اصطلاح موبایلتون رو یا دستگیر بیداریم. این میگم مدل معمولی ترشه. مدل های دیگرش این قسمت مانیتورش خیلی بزرگتره، سیستم صوتیش هم خیلی سیستم صوتی خوبیه به نسبت اینکه محیط بازی داره و اینا اطراف بازی داره، ولی خب الان آهنگی چیزی نمیذارم چون میتونی شاید این دور برشت. اینم از این، اینم دکمه مثلا چیز استقامتشه که مثلا سر نخوره اینا یه تو اکثر ماشین رو یه میگن تراکشن کنترول. اینم که همون چیز فلاششه که مثلا فلاش رای ماشین رو روشن کنه. و اینم به اصطلاح دندشه، دکمه پارکینگ نداره، باید بزنید خلاص و ترمز دستی بکشید. خیلی ساده و به اصطلاح چیز خیلی پیچیده‌ای نداره رانندگیش. اورمتون هم تو دل طبیعت. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین، با این ماشین جدیدتری هم آشنا شده باشین و ممنون و متشکرم. شب و روز خوبی داشته باشین.